بله باز میپردازیم به ادامه گفتگوهامون با شاهدین قتل عام 67 این بار همراه با آقای مسعود ابویی از زندانیان سیاسی دهه 60 سلام کنم خدمت شما و تبریک به شما و همه یارانتون میخواستم اگه میشه توضیح بدید که به عنوان یکی از زندانیان سیاسی در حاکمیت آخوندی از شاهدان قتل عام وقتی خبر حلاکت رئیسی جلاد رو شنیدید چه احساسی داشتید و چه خاطراتی در ذهن شما زنده شد من سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت همه هم میهنان و همه اونهایی که در سراسر جهان از شنیدن این خبر واقعا فرهنگیز خوشحال شدند واقعیتش اینه که رئیسی یک مهر معمولی این رژیم نبود رئیسی کسی بود که پله به پله جنایتکاری خودش رو به اثبات رسوند و اون وقت جزء مقربین درگاه ولی فقیه شد و قبل از خامنه ای مقرب دستگاه خود خمینی بود رئیسی کسی بود که سال 59 به عنوان دادستان کرج بود بعد دادستان همزمان کرج و همدان شد بعد دادستان همدان شد و در مقطع قتل آم همدان هم اونجا در قتل عام شرکت داشت رئیسی کسی بود که بعد از حتی قتل عام 67 دوباره سه بار همراه با نیری در 11 دی 27 دی و 27 بهمن 21 دی و 27 بهمن مورد خطاب خمینی قرار گرفت برای اینکه ادامه بدن حکم های سرکوب رو حکم اعدام رو حکم شکنجه رو و قطع دست و پا رو رئیسی به خاطر همین یک مهره خیلی ویژه برای این رژیم محسوب میشه و به طور خاص کسی بود که به حال جزء چهار نفر هیئت مرگ مورد اعتماد بالاترین نفر این دستگاه یعنی خود خمینی قرار گرفته بود به صورتی که پلوی منتظری که میرن دوباره برمیگردن باز هم این تو همون هیئت مرگ باقی میمونه و ادامه میده حکم رو در حالی که منتظری اعتراض کرده بود این کسیه که هیچ شک و شبهی نداره و علا رقم که مثلا حاکم شرع دستفول بود یا اندیمش بود اونجا مثلا مورد تردید قرار میده این حکم رو یا حتی خود رئیس شورای عالی قضایی رژیم اون وقت موسوی اردبیلی به نوعی تردید میکنه تو حکم خمینی ولی این جزء چهار نفری که هرگز تردیدی نکرد حکم مشخصا قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 این حکم متفاوت با بقیه احکام اعدام چرا؟ برای اینکه اینها زندانیانی هستند که همشون از همین قضایه از, قضایه، از همین قضای رژیم حکم زندان دریافت کردن ولی با یک فتوا میخواهن اونها رو دوباره محاکمه و اعدام بکنن و رئیسی جز کسی هستش که مورد اعتماد ایدئولوژی خود خمینی هست و به خاطر همین در دستگاهش خیلی مغرب بوده خودم هم, هم اگر بخواین شما بپرسین من شخصا در خود همون دادگاه های قتل عام یعنی در همون ح... هیئت مرگ شخصا باش برخورد داشتم این شخصا رئیسی ای رو از نزدیک دیدید این بله 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 اونجا این به عنوان معاون دادستان همراه اشراقی که اون وقت دادستان بود در دادگاه من و دادگاه همه کسانی که قتل عام شدن شرکت داشت از جمله کسانی بود که پرونده اول از زیر دست اون عبور میکرد و بعد به نیری به عنوان حاکم شهر میرسید و حکم میداد اون از جمله کسایی بود که به دلیل اینکه مثلا خیلی اطلاع مشخصی از وضعیت من مثلا نداشتند تو اون نقطه به پرونده من مراجعه کردن شما کدوم شهر و کدوم زندان بودید؟ من خود تهران بودم تو اوین بودم به پرونده من مراجعه کردن و این از جمله کسایی بود که اتفاقا قرائت کرد پرونده رو و وقتی دید چیز خاصی نداره اشاره کرد که به نیری که این او این اصلا خانواده همشون منافقان پدرش زندان بوده مادرش زندان بوده برادرش اعدام شده خواهرش اعدام شده همینطور داشت بیشتر به اصطلاح خودمون چکش میزد برای اینکه حتما حکم اعدام رو اگر تردیدی حاکم شهر داره دیگون تردیدش هم رفت بشه یعنی شهید خانواده شهید خواهر و برادر دلیل بر موضوعی بود که به عنوان جرم در پرونده شما داشت بارد. مثلا دادگاه 67 چیز خاص دیگه ای نداشت. اینها از هر جایی تلاش میکردند که یک چیزی دستاویز پیدا کنن برای اینکه این حکم اعدام حتما بگنجونن و چون حکم حکم فتوا بود و قتل عام دیگه اسمش میخواستم اضافه کنم که رئیسی واقعا جز دستندرکاران حکومت قتل عامه. همونجور که رهبر مقاومت اسم این حکومت رو گذاشت حکومت قتلان واقعیتش که فقط قتل عام 67 نیست از اون تاریخ به این طرف همینطور قتل عام ها رخ داده مثلا قیام 98 که 1500 نفر در عرض سه روز به شهادت میرسن مگه قتل عام نیست 750 نفر در قیام 401 به شهادت میرسن مگه قتل عام نیست قتل عام محیط زیست ایران اگه قتل عام نیست الان همین سیل مشهد یکی از نمونه های این قتل عام محیط زیست کشور ماست که این طور قربانی میگیره در طی همین ماه اردی بهش 122 تا اعدام کردن که 6 تاش زن بودن یکیش از جمله زنی بود که مبتلا به سرطان بود و فقط به خاطر مثلا مواد مخدر حالا چقدر هم واقعی بود یا غیر واقعی بود اعدام کردن این پریروز اعدامش کردن خب مظلومیت هاست بله بله تمام این مظلومینی که به نوعی از این حکومت و از این جلاد درد در دلشون باقی مونده مادران و یک به یک خوشحال شدن برد. من فقط ایران رو نمیگم حتی تمام کشورهای عربی تمام کشورهای همسایه هر کشوری که این شخص به عنوان رئیس این مملکت دست در دست قاتلین اونجا گذاشته اونها رو حمایت کرده شپ نظامیانی که حمایت کرده و کشتار کرده اونجا همه اونها خوشحال شد الان توی فضای مجازی به نظرم خیلی راحت میشه دریافت که حتی تعداد ام، کاریکاتورها و اظهار خوشحالی هایی که از کشورهای دیگه هستن شاید به اندازه کشور ایران همینطور وجود داشته باشه فضای وجازی بله خیلی ممنونم از شما آقای عبید.